هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داد در صورتی که شورای امنیت هرچه سریعتر تحریم‌ها علیه رژیم ایران را اعمال نکند، پیامد آن خطر جنگ در منطقه ظرف 6 ماه آینده خواهد بود. پنتاگون در گزارشی به کنگره اخطار داد ممکن است نیروهای آمریکا با شبه نظامیان رژیم ایران درگیر شوند. این اولین هشدار دولت آمریکا در یک گزارش رسمی نسبت به فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران است. گزارش وزارت دفاع آمریکا می‌گوید نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران توسط خامنه‌ای هدایت می‌شود و حمایت از تروریست‌ها از طریق سفارتخانه‌های رژیم ایران صورت می‌گیرد. اگر درگیری آمریکا در مناطق مختلف عمیق شود، مقابله با نیروی تروریستی قدس به طور مستقیم صورت خواهد گرفت. در گزارش پنتاگون آمده است حمایت نیروی قدس از تروریست‌ها در عراق از طریق سفارت رژیم ایران صورت می‌گیرد. حسن کاظمی سفیر کنونی و حسن دانافر که قرار است جایگزین او شود هر دو عضو نیروی تروریستی قدس هستند. رژیم ایران برای شبه نظامیان عراق بمب‌های ضد زره، راکت‌ها و سایر مواد انفجاری را تأمین می‌کند. به گزارش تلویزیون از شرقیه، وزارت خارجه آمریکا مجدداً موضعش را در قبال نتایج انتخابات عراق مورد تأکید قرار داد. یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا روی گزارش‌های ناظران بین‌المللی، ملل متحد و ناظران مستقل عراقی که گفتند دلیلی بر وجود تقلب گسترده وجود ندارد، حساب می‌کند. دانشجویان و استادان دانشکده الهدبا در موسل در اعتراض به شکنجه زندانیان در زندان مخفی المصنا مرتبط به دفتر نوری مالکی دست به اعتصاب نامحدود زدند. تلویزیون شرقی گزارش داد نوری مالکی به دفاع از بکارگیری زندانهای ویژه در عراق پرداخت و انتقال زندانیان از موسل به بغداد را توجیه کرد. گریان صدر خواستار تشکیل کمیته‌های تحقیق در مورد شکنجه زندانیان بیگناه در زندان‌ها شد و یک عضو ائتلاف حکیم گفت اظهار بی اطلاعی مالکی از وجود زندان‌های مخفی خلاف واقعیت است. این خود نوری مالکی بود که چراغ سبز ادامه شکنجه در زندان‌ها را داده است. انفجارهای مرگبار در بعقوبه مرکز استان دیالی عراق چند کشته و مجروح بر جای گذاشت.